رویتر، جوامع ایرانیان مقیم آمریکا. دولت اوباما باید از ایرانیان مخالف در عراق در مقابل تهدیدات حفاظت کند. افزایش انتقادات حامیان بلندپایه مقاومت ایران به خاطر عدم پایبندی دولت آمریکا به تعهد حفاظت. واشنگتن، 26 فوریه 2014. انتقاد حامیان بلندپایه آمریکایی مقاومت ایران به دولت اوباما در مورد عدم پایبندی دولت او به تعهداتش در مورد حفاظت 3000 ایرانی مخالف در کمپی در عراق به شدت رو به افزایش است. کمپی که برای چند بار هدف حملات نیروهای عراقی قرار گرفته است. ادرندل، رئیس سابق حزب دموکرات آمریکا، در یک گردهمایی در مرکز همایش لس آنجلس در آخر هفته گذشته گفت این تعهد حفاظت یک قرارداد بود و آمریکا هرگز بر سر قول خود نایستاد. مبارزان ایرانی سلاح خود را در سال 2003 به نیروهای آمریکا به طور داوطلبانه تحویل دادند و متقابلاً آمریکا تعهد داد که با آنها به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو برخورد کند. اما در سال 2009 دولت اوباما این مسئولیت را به دولت عراق محول کرد. این دولت بعداً 3 حمله مرگبار به مخالفان در کمپ اشرف در شمال عراق کرد که به مدت 27 سال خانه آنها بوده است. سپس به 4 حمله موشکی به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد، جایی که 3000 مخالف در حال حاضر مستقر هستند، کمک کرد. آقای رندل همچنین سازمان ملل متحد را به علت عدم اجرای تحقیقات مستقل در مورد این حملات و اعتماد به تحقیقات دولت عراق در مورد کارهای خودش در کشتن این افراد محکوم کرد. او گفت این مثل این است که از آل کاپون بخواهی در مورد قتل روز ولنتاین مقدس، جنایت معروف مافیا در شیکاگو در سال 1929 تحقیقات کند. پاتریک کندی گفت سیاست آمریکا در مقابل رژیم ایران باید تغییر یابد و باید همین الان تغییر یابد. او مخالفان را افرادی دلیر و شجاع خواند و رژیم مذهبی وحشی و متعصب حاکم بر ایران را محکوم کرد. آقای کندی، برادرزاده رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی و پسر سناتور ادوارد کندی گفت رژیم 78 میلیون ایرانی را شکنجه و زندان کرده و سرکوب می کند. همچنین بانکدار و رئیس گروه های تروریستی بزرگ در سراسر جهان است. حکومت تهران از وحشیترین و خشنترین رژیم های خاورمیانه حمایت می کند. از اسد در سوریه و از مالکی در عراق. این یک نمونه از حمایت آنان از جنایتکاران جنگی است. تامریج، وزیر امنیت داخلی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، دولت را برای حرفای توخالی و قولهای بیعمل مورد انتقاد قرار داد. نیوت گینگریچ، رئیس سابق کنگره آمریکا، مذاکرات اخیر اتمی با رژیم ایران را رد کرد و وزارت خارجه آمریکا را به خاطر تلاش‌ها و ادا و اطفارش برای استمالت از رژیم تهران مورد انتقاد قرار داد. سخنرانی که بیشترین ناراحتی خود را در مورد مشکلات ایجاد شده برای مخالفان رژیم ایران ابراز کرد، کسی بود که مستقیماً در قانع کردن آنان برای ترک کمپ اشرف و رفتن به کمپ لیبرتی در عراق، کمپی بسیار کوچکتر، خراب و ناامن‌تر دست داشته است. او سرهنگ لئو مگلاکسکی بود که گفت او و افسرانش قولهای دولت عراق را باور کردند که آنها از مخالفان در مقابل حملات نیروهای ایرانی حفاظت خواهند کرد و به انتقال آنان به یک کشور امن کمک خواهند کرد. او گفت من با قلبی پردرد به خاطر رفتاری که با این افراد بی سلاح و بی دفاع شده است بسیار متاسفم. آنها که من در اشرف دیدم جنگجویان راه آزادی بودند و فقط یک آرزو داشتند، آزادی برای میهن در زنجیرشان ایران. ناصر شریف، رئیس جامعه دموکراسی برای ایران در کالیفرنیا که این برنامه را برگزار کرد گفت ما روحانی را آنگونه که هست می‌بینیم. او یک آخوند قاتل و عوام فریب است. او همانقدر به فریب غرب افتخار می‌کند که به سرکوب دانشگاهیان
و ما فریب او را نخواهیم خورد. معاون رئیس سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا که همین نظر را داشت اضافه کرد: جامعه جهانی مخصوصاً ایالات متحده آمریکا باید هوشیاری خود را حفظ کند و قاطعانه عمل کند. تنها نتیجه قابل قبول در مورد مذاکرات اتمی باید انهدام کامل برنامه‌های سلاح اتمی ایران و بازدید غیر مترقبه بازرسان سازمان انرژی اتمی بین المللی از تمامی پایگاه‌های اتمی ایران در هر زمان باشد.